ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی؟ ماه شوق و به نام خداوند بخشنده و مهربان. از زید ابن خالد خداوند از او راضی بود روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کی روزداری را افطار دهد مثل ثواب روزدار ثواب می گیرد، در حالی که از ثواب روزدار چیزی کم کرده نمی شود. روایت احمد، ترمذی، ابن ماجه و ابن حبان. علما در شرح این حدیث می گویند افطار دادن روزداران بخصوص به نیازمندان و محتاجان و کمبزاعتان ثواب زیاد دارد. اگر کسی روزدار را افطار دهد به مانند ثواب روزدار اجر می گیرد، در حالی که از ثواب روزدار چیزی کم کرده نمی شود. بله برادر و خواهر ایمانیم، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که افطار دادن خیلی اجری بزرگ دارد. چند کسی را که افطار بدهیم آنها چقدر ثواب میگیرند، همین قدر به ما هم ثواب نوشته می شود. و بهترین افطار این آن افطار است که به کمبغلان و نیازمندان داده می شود، چون آنها از دیگران دیده محتاج تر هستند. پس خوش به حال آن شخصانی که در ماه شریف رمضان افطار می دهند، و شخصانی که قدرت به حاضر کردن طعام ندارند آنها می توانند با یک خرمای یا با یک شیرینی یا با یک نوشابه به روزداران افطار بدهند. انشاءالله آن ثوابی که روزدارها می گیرند به این شخصان هم چنین ثواب نوشته می شود. و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیشه گرفتند.